وارد مباحث روایات میشیم روایاتی که کلینی از استادان خودش داشته خواهیم دید که علامه برقی رحمت الله علیه هم از لحاظ متن اینو مورد بررسی قرار میده و هم از نظر سندی سندش یه وقتهایی امکان داره سند همطور که قبلا هم علامه برقی رحمت الله علیه گفتن داد میزنه که این یک روایت نادرست و باطل است که دیگه نیازی به بررسی سند نیست وقتی که متنش موضوعی که مطرح میشه با قرآن مخالفت داره خلاف توحید هست حتی خلاف عقل هست دیگه این روایت نیازی به بررسی سندی هم نداره دیگه تموم شد روایتی است که هیچ سر و تهی نداره خب اولین حدیثی که ما امروز داریم حدیث اول و دوم مورد بررسی قرار میدیم حدیث اول دقت بفرمایید من احادیث و چون علامه برقی رحمت الله خودشون میگن که به خاطر اینکه اختصار بشود و کتاب خیلی قطور در نیاد یا اینکه ممل نشود در ابتدا حدیث نیاورده بلکه فقط شماره حدیث میاره ومن أصل حديثهم من جو ذكر کردم. حديث أول اخبار أخبارنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال بس إن سلسلة سند هست ترين علامة رحمة الله يكي از خبر مذكور أحمد بن محمد هست از احمد ابن محمد این فرد دقت می فرماد. احمد ابن محمد میگه که چیه مجهول الحال هست ذکری نشده که این انسان ضعیفی هست انسان سقه هست اعتقاداتش چیه هیچی یه احمد محمدی احمد ابن محمدی اومده اما یک شخصیتی است که مجهول هست کیه چه عقیده‌ای داشته ضعیف هست ضعیف نیست مورد اعتماد هست چی هست هیچ ذکر نشده چون قبلا هم صحبت کرد که حدیث مجهول میگیم که چیه حدیثی است که <تصفح> یکی که ادرا... راویش هیچ در مورد صحبتی نشده حالا معنای حدیث هم متن حدیث میگه که وقتی که خداوند عقل را آفرید اونو فرا خواند بهش گفت که بیا برو بعد گفت که سوگن به عزتم و جلالم هیچ مخلوقی در نزد من از تو محبوبتر نیست و تنها کسی که دوست دارم به وسیله تو اونو کامل میکنم من به تو امر میکنم به تو نهی میکنم و تو را معاقبه میکنم و تو را پاداش میدهم اینجا میخواد در مورد مکانت عقل صحبت کنه که انسان وقتی که عاقل هست خب همه میدونیم که انسانی که عاقل هست مورد خطاب قرار میگیرد کسی که عقل داره مورد خطاب قرار میگیره عقل میفهمد دیگه یعنی میخواد بگه که میگه مخلوقی است که خدا اونو دوست داره و به عقل امر میشه به عقل نهی میشه عقل معاقبه میشه عقل پاداش کاراشون میبینه پس یه مخلوقی است که میفهمد و بر اساس این روایت که کلینی آورده البته خب علامه ابو الندر علامه روایت مشکل داره عقل یک نعمت بزرگ خداست و اگر کسی عقل نداشته باشه که دیگه مکلف نیست حالا وقتی که کسی بیگه قرآن قابل فهم نیست کسی قرآن رو نمیفهمه خب یعنی چی؟ این حدیث با این گفتارش واضعه تناقض داره البته قبل از اینکه به این قضیه وارد بشیم علامه برقی رحمت الله علی میگه که این باب 36 حدیث داره حالا بعدم توضیح میده که بعضیا گفتن 34 حدیث داره میگه استاد بهبودی فقط سه حدیث اول دهم ده و 27م صحیح دونسته مجلسی نیز فقط سه حدیث اول دهم ده و هجدهم ده را صحیح دونسته یعنی از مجموع سی و شش تا حدیث فقط چهار تا حدیث توسط دو تا از محققین اصول کافی صحیح شمرده شده یکی حدیث اول هست که مشترک هست بین محمد باقر بهبودی و با محمد باقر مجلسی حدیث دهم ده هم مشترک هست هر دو صحیح دونستن بهبودی فقط حدیث 27 و صحیح دونسته و مجلسی هم فقط حدیث, حدیث 18 هم. یعنی مجموعاً 4 حدیث چهار حدیث از 36 حدیث یا 34 حدیث که الا شرح میده علامه برقی در حاشیه صحیح است چهار حدیث کلا اینجا میگه علامه برقی در پاورقی شماره 1 میاره میگه که علتش چیه بعضیا میگه که دقت کنید در این باب ۳۴ و چار حدیث نقل شده که آخرین حدیث مشتمل بر سه حدیث است لذا اخبار این باب را ۳۶ و شش حدیث ذکر کرده ایم مخفی نماند دو روایت آخر این باب در اکثر نسخ کافی نبوده و مجلسی نیز در مرآت العقول به آن دو اشاره نکرده است خب ما بگیم سی و چهار حدیث باشه یعنی از مجموع سی و چهار حدیث فقط چهار حدیثش صحیح هست و سی حدیث دیگهش اعتباری نداره به خصوص زمانی که ما به این که بهبودی وقتی که کتاب می نویسه به عنوان صحیح کافی انتخاب میکنه یعنی از مجموع سی و چهار حدیث در این باب کتاب عقل باب اول که میاره فقط سه حدیث و بهبودی درست میدونه